Ассалому алейкум, бинандагони азиз. Инак наши набати бахши хабари пайоми рус аз тариқи телевизиони Сух манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Фарух Баротов. Имсол не, балки бад як сол имкон пайдо мешавад ки тарбузи дар ноҳи Сух парвариш карда шуда ба бозори ҷаҳон бароварда мешавад. Зеро таъми тарбузи дар Сух парвариш шуда аз тарбузи дигар минтақаҳо хеле фарқ мекунад. Магар оби Сух ширин нест, барои ҳамин аз себу олуву шафтолу сар карда то тарбузаш таъми ширин дорад. وقتی که برای از خود کردن میدان موضعی جوپه ناحیه سوخ کار آغاز شد، برخی بران فکر بودند که این کار بیهوده است. در خاک این موضع گل و گیاه نمی روید. اما کار را با نیت نیک سر کردند و واقعا هم همه کار به نیت وابسته بوده است. در قله بلند کوه برپا کرده شدن زردالوزار را یکچند مراتبه در برنامه هایمان به شما رسانیدیم. اما در اینجا فقط پرورش زردالو نه، بلکه پرورش لوبیا و کدو و حتی تربوز و آفتاب پرست و کارتوشکا نیز براه مانده شده است. گرچنده دیرتر کاشته باشند، هم امروز تربوزی موزه جوپه علکای پخته رسیده است و باور کنید طعمش نسبت به تربوز دیگر منطقه ها شیرین تر است. هم جا منا تشابوس همش و حکتی زمنه دودن گرفتم. چند سو زمین گرفتی؟ 50 ستاق. 50 ستاق. پس انا پرنک هم آید. منا آب بر اومد با پرنک. آب بر اومد و... شما خورستن؟ خورستن. چند نفر کار کسیتون در اینجا؟ 5 نفر با کور تامین شده گوازه. زراعت های کدو و تربیز کاشته شده به شرایط طبیعی خاک و اقلیم این مسیر موافق بودن خود را اثبات کردند. از این رو متخصصان بر آنند که از سال آینده بر وقت‌تر به موضع جوپه تخم تربوز میکارند و الکی با آخر ماه ایون و اول ماه ایول آمده تربوز سوخ را اکسپورت کردن ممکن است. با گفته متخصصان توسط سیستم آبیاری قطرگی که در جوپه نصب شده است، از تمام محصولات کشاورزی حاصل فراوان گرفته ممکن است. از سال آینده در موضع جوپه به میدان زیاد کشت تربوز در نظر است. پس در آینده نزدیک تربوز سوخ بازارهای داخلی و جهان را ضبط خواهد کرد. اگر از تربوز خوشتم سوخ استعمال کردن خواهید، به موضع جوپه مرحمت نمایید. در ناحیه سوخ مکتب کسب هنری عمل میکند و امروز در درگاه کسب هنر به ختم کنندگان مراسم دیپلم سپاری برگزار گردید. در این چاره بینی پدر و مادران نیز شرکت ورزیده از موفقیت فرزندان خود خیلی شاد گشتند. ادامه موضوع در گزارش مخبرمان. در مکتب کسب هنری ناحیه سوخ از روی 6 رویه به خوانندگان در مدت 2 سال کسب هنر آموزانیده می شود و خوانندگان بعد از ختم صنف 9 مکتب عمومی تعلیمی می توانند بر این درگاه آمده سر و اسرار این یا آن کسب هنر را آموزند. اولین ختم کنندگان مکتب مذکور امروز به دست دیپلم گرفتند. به این مناسبت در مکتب کسب هنری با اشتراک پدر و مادران ختم کنندگان چاره‌بینی تنتناک برگزار گردید. سر اول برآمد ختم کنندگان دانش اندوزان صاحب اقتدار مکتب مذکور پیشکش اهل تدبیر گردید. فرزندشان حبیب الله و نازبهار در چوربینی معاون حاکم ناحیه سوخ قاید مسئله های اجتماعی الهام عبدالمجیدوف شرکت ورزید و به سخن برآمده ذکر نمود که واقعا هم بعد از ختم صنف 9 خوانندگان را به مکتب کسب هنری جلب نمودن لازم است، زیرا در مدت 2 سال صاحب دیپلم می شوند. بعد از آن به 218 نفر ختم کننده مکتب مذکور دیپلم ها را سپاریدند و در بین آنها 26 نفر ختم کننده به گرفتن دیپلم سرخ میسر شدند. اینچنین در چوربینی به پدر و مادران که فرزندانشان در دوام 2 سال در درس ها خیلی فعال اشتراک کرده با بهاهای اعلی مکتب کسب هنری را ختم نمودند، تشکرنامه ماموریت مکتب مذکور تقدیم کرده شد. من بعد از ختم صنف 9 با مکتب کسب هنری آمدم. در اینجا در دوام 2 سال استادان ما همه سر اسرار زندگی را یاد گرفتم. من امروز ما مکتب کسب هنری را ختم کرده استادم شریک درستان مویم در این خطار مکتب 11 سنفا ختم کردن. آنها صاحب شهادت نامه شدن. من ما امروز در مکتب کسب هنری صاحب دیپلم گشتیم و از این من خیلی شادم. در آینده البته با کسب خودم دیزاین شده با خلق خودم خدمت میکنم. البته با دانشگاه های عالی در اومدن مقصد اساسی من است.
مکتبی کسبی هنری برای سال خوانش 2023-2024 از روی کسبوی دستورکنی در سیستم کامپیوتر، دو زنده، چهار وادار، تراکتورچی ماشینیست، خدمت رسانی تکنیکی و تعمیر اتومبیل ها، خدمت رسانی تکنیکی و تعمیر جهازهای تکنیکی خوانندگان را قبول میکند. از همه مهمش برای آموزش کسب در این درگاه همه شرایط فراهم آورده شده است. برای امروز در درگاه مکتبی کسب هنری ما یک مراسم کلان شده استفاده است. یک تدبیری کلان، تدبیری دیپلم سپاری با ختم کنندگان مکتبی کسب هنری. در مکتبی کسب هنری ما 36 نفر خوانندگان دو سال پیش برای تحصیل آمده بودند. من هرگاه آنها ختم کرده دیپلم رو گرفتند با استسالات و اول تعلیم مسته ها راه خط گرفتند. برابر گرفتن دیپلم خوانندگان ما گواهنامه رانندگی بیچه هم گرفتن، گواهنامه رانندگی تراکتورچی ماشینیست هم گرفتن که من امروز علاقه انسپکتوری ناهیم و من گواهنامه رانندگی تراکتورچی که سپردم. از آنها 26 نفر خوانندگان دیپلم های امتیاز نوبس از آور گردن. 26 نفر طلبه هم از روی اختصاص الکترومانتور تحصیل گرفته، آنها با کارخانه من این الکتر تا ما کارخانه اش گفته شرط ما کرده بودم با اون لکه کار به جوش دادن فعالیت خودشون نشون داده استودیان دوزنده هم باشن 45 نفر دوزنده ها تحصیل گرفتن لکه اونها صاحب ملکی کسبی شدن به ملول خودشون فعالیت خودشون نشون داده میتونن دوز دوختن بریدن اندازه گرفتن باهاش به صاحب شدن و ها افسوس نکردن آمده گوشم با پدر و مادرشون هم خودشون هم خرسان شده برازن. من همه امکاناتی که مثلا در اینجا فراهم آورده شده که از طرف پریزیدنت ما این بی بهره نمونن برابر مکتب خوندن کسب هنرمند صاحب شده برام واسیان. اگر مکتبند با مساوی تعلیم اول درمان نتونن اگری یک صاحب کسب شده نمیتونن. لیکن در اینجا هم مکتبی اول درمان شما میکن هم صاحب یک کسب هنری شدن شما میکن بیمول خودشون حیاتشون ده یک منبع زندگی صاحب میشن. واقعا هم به ختم کنندگان صنف نهم مکتب های عمومی تعلیمی برای آموختن کسب هنر این مکتب درگاه خیلی قلای می باشد. در دوام دو سال سر و اسرار کسب هنر را از روی شش رویه می آموزد و بعد ختم آن اگر به مکتب عالی امکان داخل شدن نشود ناامید نخواهید شد. تا سال دیگر از نو به مکتب عالی حجت سپاریدن شما می توانید از روی کسب آموخته خود در یگان تشکیلات کار کنید و زندگی فراوان گذرانید. یعنی شما در دوام دو سال در این درگاه می توانید صاحب دیپلم شوید. شایرلر با از یورتو چند آلم عراقه دگندم آمان اولر شهر اوشتی که بیرا قناعت دگی مشتی برا بر اولکی بار کن یاد برا بیتر مگن داستان بر بار فقط آمچنز قلم آمانم از بگیزمان و دویم بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که الحال شما بخش خبری پیام روز را از طریق تلویزیون سوخ تماشا کرده استودید. از طرف راهبر سکتور دویم پراکرور ناحیه سوخ با آیله های احتیاجمند محله های سکتور مذکور گندم و برای بیماران داره های ضروری رایگان یعنی بیپول داده شد. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. در یکی از جمعومت های ویدیو سلکتوری راهبری ازبکستان معلوم کرده بود که 116 هزار نفر جوانان معیوب، 30 هزار نفر گرفتار بیماری های مزمن، 32 هزار نفر جوانان تحت نظارت پرافیلکتیکی، 16 هزار نفر تحت نظارت پرابس قرار گرفته، 9 هزار نفر منتظم به درس نمی آیند. معین کرده شد که به هر یک وزیر، معاون وزیر، حاکمان ولایت ها، ناحیه ها و شهرها، رهبران سکتور ها، رکتران دانشگاه ها، گوارد ملی و فرماندهان قسم های حربی 50 نفری جوانان احتیاجمند از کاتگوری سیوم وابسته کرده شود. برای اجرای این سپارش در ناحیه سوخ از جانب رهبر سکتور دویم پراکرور ناحیه سوخ کارهای نظررس انجام داده می شود و 13 نفر جوانان احتیاجمند و معیوب خدمت طبی رسانیده شد و علاوه بر این با آنها داروهای ضروری رایگان یعنی بیپول داده شد. به غیر از این به هر یکی آنها به مقدار 3 خلطگی گندم سپاریده شد. 11 اپریل سال جاری در ویدیو سلکتور پرزیدنتمون عینن با جوانان ازبکستان همچون کارکنید نو جاری کرده بود. جوانان ازبکستان به 3 طایفه تقسیم کرده شد، عینن طایفه نقص، طایفه میانه هم طایفه وزمین. عینن به طایفه وزمین تعلق دار بودگی جوانان را به درجه ولایت هم ریسپوبلیکا در بودگی وزیرلیکا 50 نفر
جوانان تقسیم کرده شد. اینان امروز 4 نفری جوانان سرکنده را با پراکرور وابسته کرده بود. امروز با معاونان پراکرور با خاندان های 4 نفر جوانان همون تشریف نموده معماهای آنها را عنیق کرده حال اجرای آن را با عمل تطبیق کردم. به هر یک جوان احتیاجمند و معیوب شفاکاران صاحب ملکه خدمت طبی رسانیدند. پراکرور ناحیه سوخ در این جریان به هر یک آنها صحبت کرده از مشکلاتشان پرسان شد. ذکر نمود که یگان نفری شما از اعتبار دور نخواهید ماند و همیشه در نظر اعتبار قرار دارید. از این اعتبار و غمخواری آنها خیلی شاد گشتند. من با یگی رهبر سکتور ما پراکرور ناحیه خاندان ما خاندان گشته کسلمند خاندان احتیاجمند اوله ها از حالشان خبر گرفتم. من از طرف شفاخانه به پل کسلمند و دوره درمان داده شد و به هر یک خاندان احتیاجمند 3 جلو گندم آورده دادند. همه اهالی ما از این کارها سکتور رهبر ما منت داره. طوری به ما پراکرور ناحیه سوخ معلوم کرد 12 نفر جوانان معیوب به پراکرور ولایت وابسته کرده شدند و از این جهت ما منبعد از حال آنها منتظم خبر گرفته مشکلات آنها را سری وقت برطرف خواهیم کرد، گفت رهبری سکتور دویم. باز یک نوگانی در قسم پایانی موضی جاپایا گرمخانه های بنیاد گردیده بود و از سبب نارسایی آب شهروندان از گرمخانه های وسیع استفاده نمی بردند. با سپارش حاکم ولایت فرغانه به قسم پایانی جاپایا نیز آب برآورده شد. برای از خود کردن موضی جاپایا کار از قسم پایانی این حدود سر شده بود و در اینجا از جانب شهروندان گرمخانه ها برپا کرده شده، در آنجا پرورش محصولات های پالیزی براه مانده شده است. در اطراف گرمخانه ها نهال های گوناگون شنانیده شدند، اما با سبب موجود نمودن آب صاحبان گرمخانه در سرمای تابستان خیلی اذیت میکشیدند. اما امروز با سپارش حاکم ولایت فرغانه این مسئله حل خود را یافت. امروز گواه شدم که من همون جاپایا و رفته گواه شدم که درخت هایی که زردالو ها شنوندیان زیرش به خربزه تربز کردیان، تربز و خربزه بچه ما دیده حواس به تماشا کردم، تشبوس ها شان کردم. من همون اوبک های روان پراکرور رو من براورده مونده تماشا کرده، درخت ها خورسند، حتی درخت ها خورسند. من همون آب که روان به برکت. واقعا آب منبع حیات است. آب که هست آبادی نیز می شود. به سبب نگفتند که حیات را به آب تصور کرده نمی شود. اکنون قسم پایانی جاپایا نیز به یک گوشه سبز و خرم تبدیل خواهد یافت. من قریب تر یک ماه پیشتر حکم ولایت خلیل حیدبای جامده به همون جاپایا نم پرنیکوی با آب تامین کردن سپارش داده بودند. من از طرف تدبیرکار توختسین و جهانگر جان من امروز بودگی پرنیکو همه یکسه 40 دانه هر یکش به آب براورده شد. ما از نام خلق قلچه همون ولایت حکومه ما و الان سکتور رو برای شما منداره سور میکنم که من یک سال لب جدا هم قینمش که پرنیکو مهنت میکن آب نبود. خاطر رسان میکنیم که در قسم اولی موضع جاپایا اساسا گرمخانه ها برپا کرده شده، شماره آنها نزدیک 100 عدد را تشکیل میدهند و از آن 20 عددش از حساب دولت با اویله های احتیاجمند و جوانان بیکار رایگان یعنی بیپول داده شده است. از 10 ایولی سال جاری قبول حجت ها برای معلومات دویم و ایلاوگی یعنی اختصاصی دویم آغاز گردید. مطابق قرار حکومت درباره ترتیب گرفتن معلومات های دویم و ایلاوگی در مؤسسه های تحصیل عالی، شخصان دارای درجه بکالوری که معلومات عالی دارند حقوق گرفتن معلومات های دویم و تحصیل ایلاوگی بکالور را دارند می توانند معلومات عالی گیرند. داوطلبان برای تحصیل هر سال از 10 ایول تا 10 آگوست به واسطه نظام الکترونی my.edu.uz بقید گرفته می شود. برای داخل شدن به اختصاصی دویم باید حجت های زیرین پیشنهاد کرده شوند: شناسنامه یا ایدی کارت شهروند، دیپلم درجه بکالور، دیپلم های مؤسسه های تعلیمی کشورهای خارجی که بعد از 1 ژانویه سال 1992 داده شدند باید با ترتیب مقرر شده نستریفیکاسیا کرده شده باشند. ترتیب قبول هر سال تا 1 ایول در وبسایت رسمی مکتب عالی نشر کرده می شود. نتیجه قبول از طرف مکتب عالی هر سال تا 30 آگوست اعلان کرده می شود. تحصیل در مکتب های عالی دویم و منبعده از کورس دویم آغاز می شود. در این حالت دوامناکی تحصیل نظر به دوره که برای کورس های دخلدار تعلیمی بکالوری مقرر شده است یک سال کمتر معین کرده می شود. نظامنامه به مؤسسه های تعلیمی عالی حربی تطبیق نمی گردد. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دامی دهد و در این صحیفه تنها خبرهای مهمترین کشورمان جای گرفته است.
توجه کنید. در سال 2022 زیاده از 60,000 نفر ازبکستانی به دولت‌های دیگر برای کار رفتند. در این باره در کانال وزارت کمبیزاتی و شغل اهالی معلوم کرده شده است. طبق تحلیل‌ها در سال 2000 شماره مهاجران در جهان 96 میلیون نفر بود. در سال 2022 این شماره به 164 میلیون نفر می‌رسد. 46% آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در سمرقند راننده تاکسی یک کودک خردسال را از حمله سگ نجات داد. حادثه روز 8 ایول رخ داده است. کودک حالا خوب است. کاتب مطبوعاتی صدارت کارهای داخلی ولایت گفت که سگ‌ها دستگیر و کارانتین کرده شدند. در قوقان جشنواره بین المللی جوانان ترکی زبان آغاز شد. در آن دانشجویان مکتب‌های عالی شهر اندیجان از جمله جوانان فعالی که از چند کشور دیدن کردند شرکت دارند. موفقیت اعضایون کماند یکچین ما در چمپیونت جهان دوام میکند. هموطن ما اورگنچبیگ ایگامنظرف که در مسابقه جهیدن به درازی T11 بین مردان آغاز یافت با نتیجه 6 متر و 6 سانتی متر جای چهارم را به دست آورد و صاحب لیسانس مستقیم به بازی های تابستانه پارالیمپی پاریس 2024 شد. باید گفت که اورگنچبیگ ایگامنظرف در این چمپیونت جهان رکورد شخصی خود را نیز گذاشت. بینندگان عزیز، این بود خبرهای مهمترین روز که ما توسط بخش خبری پیام روز به شما رسانیدیم. در همین جا به بخش خبری انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.